بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه است و 11 فوریه 2019 میلادی برابر با 22 بهمن 1397، 22 بهمنی که قرار بود ملا وجود نداشته باشه، ولی از بس این دروغ میگن سیاستمدارا، جان بولتون، جولیانی، مریم رجوی، آقا رضا پهلوی، دوستان دیگه شون هیچ خبری نشد. و یه گزارشی دیدم در سی این این، حتما یه کسی لینکش رو بذاره اینجا، اون قسمتی که فرید زکریا صحبت میکنه با یک نویسنده و یک فیلسوف فکر کنم فرانسوی یا ایتالیایی بود و میگفت که ایران جزء یکی از 5 امپراتور قبل از آمریکا، یعنی قبل از 270 سال، 240-250 سال پیش که آمریکا به اصطلاح کشور آمریکا، چون قبلش اون موقع جزء انگلستان بوده، ولی وقتی که 1776 اگه اشتباه نکنم آمریکا جمهوری شد و جدا شد و اولین رئیس جمهورش واشنگتن رو شروع کرد، دنیا رو گرفت و شد سوپر پاور و یکی از قدرت‌های بزرگ، میگه قبل از اینها ما تو دنیا 5 تا امپراتوری داشتیم و میشماره که یکیش ایران بوده، یکیش راشا بوده، و میگه امروز داره بر میگرده به اونجا. و این که شما میبینید این همه آمریکا داره دست و پا میزنه، به این سادگی هم نیست که یک دیوانه احمق شارلاتانی مثل ترامپ بیاد بگه من میخوام برم اینجا رو بگیرم، اونجا رو بگیرم. ما رو یاد احمدی نژاد میندازه، رفت گفت لبنان رو میگیریم، اسرائیل رو میگیریم، طرف گفت آقا یه قیچی بذاری روی دیش ترکیه رو میگیری. در هر صورت بی خود نیست، یعنی شما نگاه نکنید به این ترامپ شارلاتان، پشت صحنه افرادی هستن که اونها میدونن داره چه خبر میشه. الان ایران تا دریای مدیترانه و اینها پیش رفته، هر جا شما یک شب شما اخبار هر کانالی رو دوست دارید گوش کنید و اگر صحبتی از ایران نشد اون موقع ممکنه ملاها از بین برن. بله، صحبتها به بدیه، صحبتها از تروریست بودنه، صحبتها از دخالته، ولی مگه آمریکا همین کار نمی کنه؟ دخالت تو کار ونزوئلا، دخالت تو کشورهای دیگه، ایران هم داره این کار انجام میده. ما نمیخوایم برگ اوکی بدیم دست آخوندها، چون احتیاجی ندارن به برگ اوکی من و شما. این بیچاره رضا پهلویه که بلند میشه میره مجلس اینجا با یک عقب افتادهی، اصلا فامیل مرده گوه سامتینگه. حالا یکی پیدا کنه برای من بفرسته عکسش و اینا، یا سناتور یا نماینده مجلس، این هر وقت میاد میگه با بمب بندازیم ایران. این مثل نجاری هست که فکر میکنه همه مشکلات رو میخ و چکش حل میکنه، اینم هم فکر میکنه همه مشکلات دنیا با بمب حل میشه. اون وقت رضا پهلوی نادان میره پهلو این عکساشو میندازن، همون 4 تا طرفداری هم که داره. خب اون طرفدارا تو ایران معمولا اونایی هستن که خونه دارن، حقوقشون از ساواک میگیرن، فامیل دارن، هی برن ایران پوز بدن بیان، اونا میگن آقا ما نمیخوایم بمب بندازین رو مردم، بیان این آخونده رو بزنین، بیان این آخونده رو بیرون کنین، بیان این آخونده رو از بین ببرین، تحریم هوشمند بذارید برای اونها. اینم از این. یک لحظه من اجازه بدید، اینجا نوشت که invite friend، گفتیم باشه، حالا نوشته wait a moment while we check all of your friends, the process may take a few seconds. شما هم از این few seconds دارین، چند ثانیه که بعض وقتا تبدیل به چند دقیقه و چند روز و چند هفته میشه؟ خدا از سرشو نگذره اگر خدایی هست. واقعا خدایی هست؟ یه بچه 6 ساله رو توی عربستان ماجرای شیعه و سنی زدن، اینو با بطری کشتن، بطری با بله. اینو دوستمون گفته بود، از دوستت که در خلیج فارس هست سوال کن ببین نظرش راجع به دعوای سنی و شیعه چیست، و ما این کار رو کردیم. این دوستمون هم پاسخ داد، بر برنامه پاسخ ایشون رو میخونیم. و اما جمعه ما یک مصاحبه بسیار جالبی داشتیم در رابطه با ایران و آینده ایران، و آقای هوشنگ امیراحمدی مهمان برنامه بود. ما میخواستیم با آقای هوشنگ امیراحمدی اگر اشتباهی گفتن یا
اشتباهی کردن درباره اینکه مردم بیان یکی رو انتخاب کنن، ما هم اسمشو میذاریم شاه به جای رئیس جمهور، صحبت کنیم. صحبت طبق معمول رفت جاهای دیگه و وقتی که دوستان تماس گرفتن برای آقای امیر احمدی فرستادم، اولا متاسفانه متوجه شدم که این دوستان تا یه سازمانی رو درست میکنن و 10 نفر 100 نفر اظهار علاقه میکنن که ما مایلیم به شما بپیوندیم، هنوز نپیوستند، اینا دیکتاتور میشن. حالا شاید آقای امیر احمدی هم برنامه منو یا الان نگاه کنه یا بعدا براشون بفرستم. وقتی من نوشته های دوستان رو براشون فرستادم گفتم که آقا به این دلیل شما باید دائم با مردم در تماس باشید. آخه به قول آخوندا لامصبا، از این آخوندا یاد بگیریم. هر جمعه میاد نماز جمعه، هر روز میاد نماز جماعت، هر نمیدونم 22 بهمن دهه فجر، هر نمیدونم 15 خرداد تبعید خمینی، همش با مردم در تماس هست. نه اینکه آقا من درست کردم گذاشتم اونجا برو بخون. این فلسفه افرادی نادان مثل حخاست که آمد مهمان برنامه من بود. گفتم آقا شما میگی من 18 تا زبان بلدم، ما دوستان رو دعوت میکنیم از دنیا، یکی بیاد فرانسه صحبت کنه، یکی بیاد آلمانی صحبت کنه، ببینیم شما چی بلدی. شما که ایرانی رو از من بدتری. بعدم شما نوشتی این همه دکترا داری و توی 27-28 تا شرکت یا رئیسی یا یکم از رئیس کمتر، هیئت امنا هستی، تصمیم گیرنده هستی، فلان نه. و بیا بگو ببینیم شما دکترا در رشته چی از کجا گرفتی. گو آقا من 18 سال برنامه داشتم با آقای شیمیرانی، برو اونجا ببین. گفتم آقا به این میگن وعده سر خرمن، به این میگن طرف رو دنبال نخود سیاه فرستادن. شما به جایی که بگی آقا برو اونجا نگاه کن، بگو من از دانشگاه کوفت دکترای زهر مار گرفتم فلان سال. مثل دوستان شاهولایی بیان بگن آقای شاه چه سالی از کدام دبیرستان دیپلم گرفته. نداره، نیست. گفت گشتم نبود، نگرد نیست، آبرو خودتو میبری. صحبت از شاه شد. خانم نیر ایروانی قهرمانی، این خواهر عزیز من، چون علاقه شدیدی داره به شاه، خب وقتی هم طرف میمیره باز علاقه آدم که از بین نمیره. ما هممون بابا دوست داشتیم، هنوزم که مرده دوستش داریم، اون نیستش ولی ما دوستش داریم. ایشون برای من نوشته بود که آقا اگه یه نفر میاد به شما توهین میکنه، شما چرا به شاه توهین میکنی؟ میگم عزیز من، اولا من به شاه توهین نکردم، من درباره شاه حقایق رو میگم. شما ناراحت میشی چون از این یک بوتی ساختید و نمیخواین هیچ کس نزدیک این بوت بیاد. خودتون هستید که میگید این بوت قادر، تواناست، قدرت داره. سربی هم میاد مثل یه بچه شیطونی با این چیزا هست. شما باورتون میشه من با این دوربین رو هم تنظیم میکنم؟ میبینید این دوربینه ریموت کنترل داره ولی سالهاست گذاشتمش توی چیش و با این اینو خریدم 1 دلار کالیفرنیا که بودم. اینجاش هم یه قرقره بود ماساژ میدی خودتو. اون وقتا بود گفت کس نخارد پشت من جز ناخن و انگشت من، یا جز ناخن انگشت من. حالا برات چینی ها ناخن درست کردن، انگشتم درست کردن، 1 دلار میدی شروع میکنی به خاروندن. در هر صورت چی داشتیم میگفتیم؟ شما یه بوت درست میکنی، این سوربی پسر تخسیه، 62 سالشه ولی هنوز آدم نشده، میاد میگه این برم بزنم با این چوب به این بوت ببینم چی کار میکنه. و وقتی میزنه میبینه آقا این بوت اصلا داره میفته، دفعه دیگه میاد میندازدی زمین، میینه 1000 تیکه شد، شکست و رفت، بوت شکست، تموم شد. در هر صورت ولی یه خبر خوب دارم خانم ایروانی. آقای پتیک مهدسیان که در کفش ملی کار میکرده، اون روز براش نوشتم که یک گزارشی به مناسبت 40 سالگی انقلاب ایران دارن نشون میدن و توی اون داره میگه که یک شرکت بزرگ و منظمی بود و گفت که رحیم ایروانی اون شرکت رو به اصطلاح درست کرد و اینها و 330 شعبه در ایران داره و تعداد زیادی هم
نمایندگی فروش در کشورهای عربی. من خودم براتون یه چیز جالبی بگم، اون موقعی که توی ایران دیگه حالا کفش شبرو، چرا بهش میگفتن شبرو، جنسش بود یادتون، کفش ورنی بود، کفش شبرو بود، شده بود 800 تومن. ما دبیرا کفش ملی میخریدیم 280 تومن و اسم کفش اسپارتاکوس بود. خیلی جالب بود از راحتی، یعنی ما اینو خب 8 ساعت کار میکردیم، از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، بعد تا از خونه میخواستی بری اونجا از 6 میرفتی 3 میمدی، 6 تا 12، 6 ساعت تا 9 ساعت 10 ساعت ما سر پا بودیم دیگه. مخصوصا هنرستان چون بیشتر کارگاه و کار عملی است و اینا، مثل کلاس های دیگه نیست معلمه بره اونجا برای خودش کتاب باز کنه بگی من شما تکلیف انجام بدیم، باید با بچه ها باش، یکم حواست پرت بشه بچه رو برق میگیره. بگذارید این کفش های اسپارتاکوس چنان رایج شده بود که کمبود پیدا کرده بود و ما میرفتیم، خب میگن اگه میخوان کفش زود خراب نشه یک کفش هر روز بپوشی، اگر مثلا 6 ماه دوام میاره شما دو تا کفش که بخری یک سال دوام نمیاره، میشه 18 ماه، یعنی از اون طرف هم سود میبری، یه روز اینو میپوشی یه روز اونو میپوشی، اینو میپوشی بعد اون یکی استراحت میکنه، همه چی همینجوره، لباس همینه، پیرن همینه، همه چی همینجوره. و بعضیا که میبینی چپ و راست زن میگیرن، طلاق میدن، شوهر عوض میکنن، اینا اونا فکر میکنن اینا هم مثل کفشن، میگه به این یکی استراحت بدم برم سراغ اون یکی، بعد برگردم دوباره سراغ یکی دیگه. در هر صورت اسامی 300 شعبه کفش ملی رو برای من فرستاده و من هم این رو به عنوان گیفت، به عنوان کادو تقدیم میکنم به خانم نیر ایروانی قهرمانی، که خانم نیر داستان بسیار غم‌انگیزی داره که همسر ایشون رو به جای برادر همسرش بازداشت میکنن و اعدام میکنن و برادر همسرش که همون فکر کنم آقای رحیم ایروانی بوده تا آخر عمر از این بابت یه حالت افسردگی داشته، ضمن این که گناه این بنده خدا که نبوده، گناه اون احمقایی بوده که این کار رو انجام دادن. اجازه بدید من شماره تلفن اینجا رو هم بنویسم برای شما، تلفن یا تکست بنویسید 202-695-2573. باورتون میشه ما اون روز این همه تلاش کردیم که از این دوست عزیزمون خانم سپهرار که خواهر دوست خوبمون آقای فرخ سپهرار هم هست، یه مقاله ای رو درباره دیپرس شدن و اینها بگیریم تو برنامه که نتونستیم بماند، بعد از برنامه هم که هنوز نفرستادن بماند، با وجودی که مانی خورسندی هم لطف کرد و نوشته بود اینجوری کاپی اند پیست کنید. حالا مقاله بسیار خوبی بود، امیدوارم که ایشون به اصطلاح حتی اگه با ما اختلاف عقیده داره، برای ایرانیایی که این کانال رو میبینن حاضر بشن این رو توی پیامی بفرستن تا ما برای مردم پخش کنیم. و اما ما یه دوستی داریم به نام آقای باقر هرندی، گاهی وقتی هم باهاش دعوام میشه، گاهی وقتی هم بعض یه بار فوش و فوش کشی، چون دوتامون خیلی عصبی هستیم، آدم عصبیه که متعصبه، آدم متعصبه که منطق نداره، ولی اگه منطق داشته باشی اون میگه، شما میگی، شما به خودت میگی آقا این نظر اونه، به اونم میگه این نظر منه، ولی وقتی متعصب باشی رفتارت میشه مثل حزب اللهیا، متعصب باشی رفتارت میشه مثل رجبی اللهیا مجاهدین، متعصب باشی میشه مثل شاه اللهیا. ولی من خیلی دوستانی دارم که طرفدار پادشاهی هستن، میان صحبت میکنن، ببخشید اینو میگم، واقعا مثل آدم صحبت میکنن، بعدم خداحافظی میکنیم میریم، اهل چایی باشن با هم چای مینوشیم، اهل آبجو و عرق باشن آبجو و عرق مینوشیم، اون میره سراغ کارش، منم میرم سراغ کارمون، و با خندم میگیم خب مشکلات دنیا و خاورمیانه رو حل کردیم، حالا بریم دنبال کار زندگی، بتونیم مشکلات نون و پنیر رو خونه رو بتونیم به اصطلاح
حل کنیم، نون و پنیر و بادوم. یادتونه اون شعر ابی و داریوش و اینها، نون و پنیر و بادوم، یه قصه ناتموم، نون و پنیر و پسه، نمیدونم از این شعرها. این شعرها ما رو بدبخت کرد. ای کاش 6 ماه این شاعران قلم خودشون رو توقیف میکردن، به خودشون روزه میدادن. میدونید که شما روزه فقط برای نخوردن نیست، روزه برای صحبت نکردن هم هست. ای کاش 6 ماه یا 1 سال. 40 سال از انقلاب گذشت، 40 سال شما شعرهای مختلف گفتید. از اونی که مثل این که ننش مرده نشست زارزار گریه کرد، تمام ایرانی ها جوون ها مینم متاسفانه موزیک 6 و 8 رو نمیدونم بشکن و بالا بندازه، ولی اون پشت اون داره ناله میکنه، انگار که مثلا آویزونش کردن از یه جایی بمانه. 40 سال گفتید نوشتید، هیچ اتفاقی نیفتاد. بیاین 1 سال خواهش این سربی رو عمل کنید، شعر نگید، حرف خودتون رو بزنید. اگه حرفی دارید یا بگید یا بنویسید، ببینید شاید اتفاقی افتاد. ولا اینکه آن که دیکتاتور را بکشت ما هستیم، آزاده ام آزاده ام ایران را پس میگیرم. طرف نوشته بود جانم فدای ایران. بهش گفتم خانم والا اگه یه ایرانی تو خیابون 10 سنت کم داشته باشه که سوار اتوبوس بشه، به شما بگه 10 سنت به من بدید، نمیدید بهش. دروغ نگید، به خودتون دارید دروغ میگید. جانم فدای ایران. چرا؟ چون جان یه چیزی نیست که ما بگیم اوکی بده الان بریز تو این کاسه. ولی پول اگه گفتی بریز تو این کاسه تو این شیشه، میگه میدونی حالا ببینیم آقای نگهبان چی میگه. درود جناب سربی گرامی. کفش ملی و پارچه مقدم بهترین محصولات محصول را داشتند. صادرات آن به خارج از کشور گسترده بود. سوال، شما در هنرستان نمازی نبودید؟ نه، من در هنرستان محمد رضا شاه بودم. ولی وقتی که اون آقای کی بود؟ توبایی توی هنرستان نمازی بود، من قرار بود بیام هنرستان نمازی درس بدم. کلن خوشم نمیمد. به نظر من یه جای گرفته‌ای بود، بسته بود. اگه کسی از هنرستان و بعدش هم تو اونجا انستیتو و بعدم اونجا توی هنرستان طالقانی شده بود، میگشت و درس میداد و اون ساختمان آلمانی و ساختمان سنگ و اینها، اون جای باز و اینها، حتی استخ داشت، ما هیچ وقت استخش نرفتیم، آب و لجنش میدیدیم، هیچ وقت حاضر نبود بره توی هنرستان نمازی، دلش میگرفت. البته میدونم احیانا اگه شما هنرستان نمازی بودین، چون نزدیک فلکه شهرداری بود و سینماها بود و تا جیم میشدید سینماها نزدیکتون بود، ممکنه شما هم حاضر نمیشدین بیاین اونجا. در اصل نه، من اونجا نبودم. ولی اولا پارچه مقدم، اون علی آقای مقدم و اون برادرش که اون پارچه فروشی مقدم رو سر میدون فوزیه اگه اشتباه نکنم داشتن، اینا فامیل ما بودن و میدونید سربیا یه سریشون تهران زندگی میکنن، از شیراز رفتن و ما فامیلمون سربیه. وقتی رفتن تهران شد سربی. حالا کی تو شرکت نفت سربی رو به جای SORBI نوشت SORBI و اینا هم چون حقوقشون به اون اسم بود دیگه اسمشون رو گذاشتن سربی بماند. بذارید ما این صدای مردم از تلویزیون مردم رو خاموش کنیم، چون اون شماره رو اینجا گذاشتن. ببین آقای نگهبان عزیز، شما بذارید سگ رو مثال بزنم، چون من چند تا سگ داشتم. شما اگه به سگت همیشه خوراک خشک بدی، یه دفعه چلو کباب از شمشیری بگیر، یه قاشق برنج بریز روی این خوراکه، سگ خوراک خشک رو با زبونش میزنه اون و این برنجا رو میخوره. دفعه دیگه که میاد خونتون، آقا این بچه های من سگاشونه که میابردن، خوراک هم همراهش میابردن. سگ تا منو همسرم میبینه خوراک خودش رو نمیخوره، منتظر چلو کباب ایرانی بود. حالا یه چیزی براتون بگم، ممکن شما باورتون نشه. ما یه سگ داشتیم، خیلی آقا بود، قریب خودی نمیکرد، این سگ نازی آباد همه رو میگرفت. آقای اسپارکی اسمش بود و اینو میخواستن بکشنش. به چه جرمی؟ اعدامش کنن. ما نجاتش دادیم، آوردیمش خونمون. حدود 13 سالم با ما بود. تنها کسایی رو که دندون نگرفته بود ما 4 تا بودیم، من و همسرم و 2 تا فرزند.
از برادر من گرفته تا دوستان نزدیک و اینا، به هر کسی رو به یک کلکی نزدیک خودش کرده بود که طرف اطمینان کنه که بله آقا اسپارکی منو دوست داره، همچین که اطمینان کرده بود اونم مثل آخونده حمله کرده بود و این بنده خدا ها رو گرفته بود. این آقای اسپارکی ما گفتیم خب این برنج دوست داره، یه دفعه چاینیز فود خوراک چینی ها خریدیم، خدا شاهده، ریختیم تو ظرفش که بخوره، آمد یه نگاش کرد، میگن سگا سفید و سیاه میبینن، خب برنج سفید که دیگه سفیده که، لام از سبای اون برنج شمشیری رو سفید میبینی اینم سفیده، ولی بو و مزه و اینها چاینیز فود نمیخورد، ولی خوراک ایرانی که میخورد، حالا شما شاید باور نکنید، تمام که میشد این ظرف آبش این ور بود، سگا میدونید زبون میزنن تو آب، اینو با اسلو موشن فیلم برداری کردن، اینجوری نیست که هی چلاب 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 زبونشو بزنه، زبونشو که میکنه تو آب مثل قاشق اینجوری ور میداره میاره بالا، مثل فیل هست که با خورتومش میگیره، آب ور میداشت میریخ توی این ظرفه، بعد اینو لیس میزد که این روغن موغن برنجرم بکشه بالا. وقتی من و شما یه کفش ملی داشتیم، یه پارچه یه نمیدونم فاستونی میگفتن چی میگفتن مقدم داشتیم، چویس دیگه، گزینش دیگه، آپشن دیگه، حق انتخاب دیگه ای نداشتیم، میگن در شهر کورها اونی که یک چشم داره میشه پادشاه. اینجوری بود عزیز من، و الا تمام دنیا بهترین پارچه ها رو دارن، نبود، نداشتیم. شما نگاه کنید ما ایرانی ها از شیرینی چقدر تعریف میکنیم، آقا توی شیراز یه شیرینی فروشی بود، وای نگو، خامه میدرست میکرد اینجوری، این پدر سوخته، ایتالیایی ها بلد نیستن خامه، فرانسوی ها بلد نیستن خامه، چرا؟ ما این اون سگه عادت کردی بودیم به یه نوع خوراک، خونمون بود، حالا این خامه اون برنجی بود که ما میدادیم به سگه، اونی که میخوردیم دیگه فکر میکردیم بهشتیم، دنیا هستیم، چی میگم تو بالاترین قسمت دنیا هستیم. عادت عزیز من و محدودیت. شما اینجا نگاه کن، میخوای بچت یا نوت رو ببری یه خوراک بخوری، اگر اشتباه کنی بری این چیز فکتوری، اولا اسم رستورانه کارخونه پنیر درست کنیه، چیز فکتوری، یک کتابچه برات میاره از رستم و سهراب و از نمیدونم کلیل و دمنه و از شاهنامه ما بزرگتر، حالا شما هی ورق بزن، هی ورق بزن، هی ورق بزن، صورت اسامی خوراکا رو بهت میده. اینه که هر کسی اینجا اون میگه من اینجوری، خود من بلوچیز نمیخورم، به نظرم میاد بلوچیز تلخه و تمام چیزایی هم که فاسد میشه مزهش تلخه، رنج دوست دارم، اون یکی میگه برام رنج آن سایت بیا، اون یکی میگه بلوچیز شو دو برابر کن، اون یکی میگه فلفل نریز روش، اون یکی میگه، در هر صورت بهترین جا اونی که حق انتخاب داشته باشی و زیادم داشته باشی. میخواستم 22 بهمن را تبریک بگم، یادم رفت اولش، واقعا باید به هم تبریک بگیم، تبریک رو مثلا برای تولد یک کسی میگیم، برای سالگرد ازدواج یک کسی میگیم، حالا این 22 بهمن اگر چیز خوبی هم بوده در اون زمان، که این آخونده چنان که بوگندش الان بلنده دیگه، حالا بوگند تبریک برای چی بگیم، نمیدونم شما داری شوخی میکنی، این برادران خورسندی با اون یکی برادر داشنا نیستن، ولی با همین دوتا بسه یه دنیا، اینا وقتی حرف میزنن بهت تو نمیدونی این شوخی جدی طنز، دنبالش یه جمله دیگه است، منتظرن تو یه چیزی بگی دیوارو خراب کنن رود یا نه. در هر صورت من جایی برای تبریک نمیبینم، اگر این آخوندهای احمق اینقدر غیرت داشتن، اینقدر راستگو بودن و عمل کرده بودن به اون چیزی که میگفتن، اون وقت امروز اصلا جشن ملیمون بود، ولی کاری کردن که مردم میگن صد رحمت به کفندوز اولی، برید ماجرای داستان کفندوز اولی و دومی رو بخونید، طرف کفن مرده ها رو میدزدیده میفروخته به نفر بعدی،
میگن آقا این پدر مادر ما کفن خریدیم، این لختشون کرده. شنیده بودیم آدم لخت میکنن تو جاده، ولی این دیگه تو قبرستون آدم لخت میکنه. شهر جمع میشن میگن آقا اینو بندازید بیرون، اون بهشت زهرا یا مرچوخونه شیراز هر چی اسمشه، میندازن بیرون، این کفن چی هر چی بوده. یه نفر دیگر رو میاره، یه مردشور دیگر رو میاره، مردشور دیگه که میاد کفنا رو که میدزدیده همون موقع ترکمونش هم میگرفته، اونجا ترکمون هم میزده. ملت میگن ای بابا، حالا باباشون لخته، یه نفر هم اومده ترکمون زده. میگن آقا صد رحمت به کفن دزد اولی، و میرن دنبالش میگن آقا بیا حقوقت هم زیاد میکنی. ماجرای ما ایرانی ها شده. چرا؟ چون آخوند کفن دزدی هست که ترکمون زد. حالا کی نوبت اینا بشه و مردم چجوری با اینا رفتار کنن باید صبر کرد و دید. امروز آقای آریانپور بود برای من یه نواری فرستاد، دفعه قبلم 2-3 هفته پیش نشون دادم، یه آخوند جوونیه با شور و هیجان و التهاب صحبت میکنه. گفتم آقای آریانپور به این آخوندا، میدونید که اصلا میگن آخوند خوب اونی که مرده، به این آخوندا اطمینان نکن. شما همین جوونم که میبینی اینجوری داره صحبت میکنه، این حتما نگرانه که فردا ممکنه یه اتفاقی بیفته، اینو میخواد به عنوان سفته ضمانت برای فردا داشته باش که میگه آقا ببینید من چی گفتم اون موقع. بلکه مردم بهش باز کار بدن و باز همین سوء استفاده رو داشته باشه. در صورت دوستان عزیز، از اونایی که برنامه ما رو شیر میکنن با دوستانشون، اینها ممنون و متشکرم. شما هم اگه دوست داشتید شیر کنید، بد نمیبینید. اگه میخواین اعصاب کسی رو خراب کنید بفرستین براش، اگر هم دوست هستید باش هم فکر هستید، بگید این سوربی هم در همین دیوان خانه خودمان با ما هست. خب بریم سراغ نوشته هایی که از جمعه تا حالا گذاشتم. منتظر یه مهمانی بودم که طرفدار ترامپ و چند بارم مهمون برنامه ما بوده و از لحاظ ایمیل اون وقتا زودتر جواب میداد، ولی الان دیگه چون فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، نمیدونم تکست، اینها شما هم اینجوری شدی، این چیزا که زیادتر شد ارتباطمون کمتر و بدتر شد. جواب داده بود که من نیستم در شهر، ولی میتونیم ریموتلی، یعنی از راه دور با هم صحبت کنیم. گفتم دوست عزیز این روزا تو شهرم که باشی، من ترجیح میدم ریموتلی من با شما تماس بگیرم که نخوای بیای بشینی اینجا، چون تو اگه بیای بشینی اینجا من با خودم رو بکشم این و یکم صندلی بذارم برای شما. و در صورت وقتی من برش نوشتم که امروز اگه خواستی میتونیم 3 بعد از ظهر با هم باشیم، هنوز جوابی نیامده. اگر جوابی آمد و وصل شدیم برشم نوشتم این برنامه صندلی داغ، حالا اگه دورم هستی گرماش به جای خودشه، و اسمش هست کراس فایر. کراس فایر یعنی خط آتش. یه برنامه بود سالها پیش، آقای رابرت که اینجا بهش میگفتیم باب نووک، این داشت که خیلی هاردلاینر و تندرو بود، و یه آقای دیگه که هنوز هم هستش توی CNN. باب نووک رو آخرین بار که با جورج بوش بود من یه عکسی هم باهاش گرفتم، خانم بدری همدیار هم اون شب آمده بود واشنگتن و بعد از اون مرد. یعنی برای آمریکایی‌ها سنش کم بود. حالا این نووک نمیدونم فامیلی لبنانی فامیلی کجا هست، به نظر میرسه که اونها هم هنوز ژن زود مردن داخلشون هست. میگه که با این آمریکا و اروپا و روسیه این آخوندها ماندنی هستند. آقای مانی زدی به هدف. باور نمی کنم که یک آقای دکتر پروفسور رضا سلامی نشسته در نورد کارولینا یا ساوت کارولینا منتظره که ترامپ شالاتان برای ایشون کاری انجام بده. میگم آقا این مردک تا چند روز پیش 17 تا پرونده مختلف دنبالشن. چند روز پیش تا حالا شده 20 تا که بعضی از اینها مال ایالت و مال به اصطلاح فدرال یا دولت مرکزی نیست و ایالت ها این نمیتونه خودشو ببخشه. خانم وارن دیروز یه جایی صحبت میکرد گفت که دلخوش، اینم مثل خمینی، دلخوش نباشید به سال 2020، ممکنه اون موقع اصلا پرزیدنت، این رئیس جمهور نباشه و ممکنه اون موقع این آزاد نباشه، تو زندان باشه. البته حالا یه مشتی قاشق برم دادن به دست اومدن که این باید استعفا بده.
برای آقای سلامی نوشتم که آقا این همه ترامپ بیش از 8300 تا تا حالا دروغ گفته، افترا زده، توهین کرده، تهدید کرده، شماها صداتون در نمیاد. یه نفر داره بر اساس احتمالات، یادتونه اصلا فکر کنم تو ریاضی شما میتونی بر اساس احتمالات بگی اینجوری، مثلا اگر 30 سال همیشه فوریه برف میمده، ما فردا دوباره برف داریم، امروز صبح برف داشتیم، نمیدونم اینم همون احتمالاته یا بر اساس آماره. در هر صورت طرف میگه بر اساس احتمالات، به دلیل اینکه این پرونده رو داره، این پرونده رو داره، این پرونده رو داره، این تا سال 2020 رئیس جمهور نیست، حالا یا پنس میاد یا یه کوفت دیگه، یه زهرماری میاد. بعد میگه به غیر از اون این ممکنه تو زندان باشه. پسر احمق و نادانش که حالا رفته ریش گذاشته دوتاشون، آمده عکس این خانما رو توی استیت آف دی یونیون گذاشته، نوشته نگاه کنید اینا چقدر وطن فروشن، هیچ کدومشون پرچم ندارن. الان این روزا شما هر جا بری ملت یه مش از این پرچما دارن، یا میزنن اینجاشون یا میزنن اینجاشون، اینم یه بدبختی دیگه شده. هی آمریکا آمریکا، خود اینا رو چین میسازه میفروشه. یه دفعه هم دیدم این رضا نادان آمده بود یه پرچم ایران و سبز و سفید و قرمزش و قرمزش بالا زده بود، سبزش هم پایین زده بود، از بس هول بوده با عجله خواسته بیاد توی اون میتینگ. بمانم این عکس رو که گذاشت، شب مسخرش کردن، گفتن خودش، دوست دخترش، برادرش، زن برادرش، خواهرش، اون خواهرش، اون شوهرش، دامادشون، هیچ کدومشون روی لباساشون نمیدونم پرچم آمریکا یا یک هیچ سمبولی علامتی از آمریکا نبوده. این دوتا عکس هم کسی میتونه بفرست. خب آقای نگهبان بهش برخورد، ما راجع به کفش ملی گفتیم و پارچه مقدم، میگه با پوزش کارخانه معظم مقدم در نظرآباد طالقان بود. من خود فارغ التحصیل رشته راهساختمان دانشکده پهلوی هستم. شرایط آن روز این دانشگاه آسان نبود. 3 سال آخر دبیرستان نبایست درس تجدیدی یا تک ماده استفاده شده باشد. هیچ درسی نبایست. من اصلا حالا متوجه نیستم که شما چه کار داری به کفش ملی و مقدم با دانشگاه پهلوی. دانشگاه پهلوی کوفتی، همه دانشگاه ها برای مردم اون شهر سهمیه میذاشتن، دانشگاه پهلوی سهمیه نداشت. باورتون میشه؟ حالا بمانه کمتر داشته باشی یا اینجوری اینجوری، گزینش نمره انگلیسی بود. اگر نمره قابل قبول عکس کرده بودی، بقیه اوراق را تصحیح میکردن. از محدود دانشگاه آن روزگار بود که رشته های فنی آن لیسانس نداشت. آن روز بود که رشته های فنی لیسانس نداشت. 175 واحد فوق لیسانس اجباری بود، تمام دروس انگلیسی بود الا 3-4 واحد. خداییش شما به من بگو این دانشگاه چه ربطی داره با اون ماجرای مقدم؟ ولی شما وقتی میگین کارخانه معظم مقدم، آقا مثل این میمونه که من بابام یه جیان داشته باشه، فکر کنم بهترین ماشین رو داریم، بابای منم بهترین راننده است. ما که حق انتخاب نداشتیم، ما که نمیدیدیم. شما برو بزن ببین تو همون سالا کجای دنیا، مثلا من نمیدونم، مثل که هند از لحاظ پارچه بافی و اینها اونها سالها جلوتر از ما هستن، چین و نمیدونم سیلک و ابریشم و اینها که دیگه بماند. در صورت آقا شما درست میگی، ما نوکرت هم هست. آقای عزیز، نظرآباد بین کرج و ابیک می باشد و اصلا به طالقان ارتباطی ندارد. ببخشید، ضمناً آبیک به قزوین و نوزر و نوزر آباد به کرج مربوط است. ببینید اینجوری میشه که بعضیا میگن آقا تو برنامه چیزای فیسبوک رو نخون. ما آمدیم راجع به کفش ملی میخوایم، حالا که خانم نیه از ما دلخوره به خاطر شاه، حواسش رو پرت کنیم، اسامی این کفش ملی رو تقدیم کنیم. آقای نگهبان ما رو برده کرج، آقای رجبی میگه آقا اصلا کرج چه کار آبیک داره فلان اینا. از همه این کرج و مرج و آبلی و اینا من یه خاطره دارم. یه بار 13 فروردین بود دیگه، 13 فروردین شما تو شیراز گل و بلبل همه جمع هم. ما گناهمون برگشته بود، اون موقع هنوز تهران بودیم، میرفتیم دیگه، 2 هفته تعطیل بود، میرفتیم تهران.
بابا اونم ما رو میذاشت اونجا میرفت خودش هی مسافر. خلاصه اونجا بودیم، این خانواده سوربیای تهرون ما رو برداشتن بردن آبلی، یه جای دیگه هم بود نمیدونم چی چی زرد نمیدونم میرفتن. خلاصه اونجا هنوز برف بود، بعد اینا بلد بودن دیگه این بچه تهرونی ها با برف بزرگ شده بودن، گفتن بیام بریم برف بازی. گفتیم خب بیا بریم برف بازی، ما فکر کردیم میخوان گلوله درست کنن بزنن به هم، سوربی گلوله. گفتن نه آقا از این چیزا میبندیم به پامون اسکی و از اون بالا میایم. گفتیم به این که کاری نداره، میبندن اینجوری میان. ما هم بستیم، ما هم اومدیم از همه اینا تندتر اومدیم با سر با کله با کمر. گفتیم آقا دیگه نخواستیم، این شما داشته باش. چند سال پیش بچه های من گفتم بابا بیا بریم اسکی، 2 ساعت از اینجا که میری اسکی. رفتیم و گفتیم بابا، اون موقع بچه بودیم نادان بودیم، بدون اینکه کلاس بریم رفتیم انجام دادیم، بذار ببینیم حالا چی میشه. رفتیم یک کلاسی هم صبح زود گرفتیم، پولم دادیم، پارو رو بستن به پامون، دو تا چوب مثل اسلحه ها دادن به دستمون و رفتیم بالا. اول از اون گاریه که میبرتت بالا که این آقای باتمانگلیچ همیشه میگفت من تو چالا من درست کردم. گفتیم آقا خودت که بیل نزدی تام شدی رضا شاه، یه پلی درست کردی کشتی ما رو، قصر یخ رو من درست کردم. به من میگفت سوربی بیا شریک من باشو اینجا یه قصر یخ درست کنیم. گفتیم بابا ولمون کن، یخ زدیم ما. خلاصه رفتیم اسکی، بهش میگن نمیدونم something shoe، نه white tail یعنی دم سفید. دم سفید میدونید که حالا برای برنج دم سیاه داشتیم، این حیوانات خیلی هاشون دم سفیدن، بعضی هاشون آهوه که دمش که میگیره بالا دم سفیده، حالا آوشناسا میدونن. و میگه ببخشید آقای سوربی. نه آقا خدا ببخشه، ای نداره، ما دیگه مجلس دوستانه است، ولی اگه شما ربط کفش ملی رو با دانشگاه ایشون فهمیدی منم میفهمم. ایشون میخواست بگه شاگرد خوبی رفته دانشگاه پهلوی، آقا خیلی هم خوب. خلاص رفتیم اینجا کلاس هم رفتیم یه نیم ساعتی و سوار شدیم و رفتیم همونجا که قرار بود بیان از این پایین، یکم دیگه اگر دیر جنبیده بودیم میبردمون پایین تر پرت میشدیم. آمدیم و همینجوری اینجوری چی میگن لطلو خوردیم، رفتیم و بر وایسادیم و بعد هم بچه ها دیدیم که پدر سوختا به آدم میگن بابا کاری نداره که اینو اینجوری میزنی بعد اینجوری میکنی زانوت هم اینجوری میکنی یکم زانوتو خم میکنی. نه خدایش اون بار بد نبود، این دوباری بود که من در عمرم رفتم اسکی، یکیش با سر کله کمر هرچی بگی آمدم، یکیش بالاخره با پا آمدیم. ولی چشمتون روز بعد نبینه، این زانومون از بس خودمون رو تنس گرفته بودیم. کلمه تنس به فارسی بگیم چی؟ سفت گرفته بودیم. دیدی؟ یه چیزی هم داره میگه این لیوان آب بگی دستت، میگیره. بعد یه 2 ساعتی میگه دستت خسته شد، میگه آره، میگه خب بذاری زمین. شما وقتی یه چیزی رو میگیری دست تنسه، ماهیچه ها تنسه، منقبضه. در هر صورت دست درد و کمر درد و اینها تا یکی 2 روز علی و اینها خوردیم خوب شدیم. اینم ماجرای اسکی و آبلی و کرج و حالا شما من بردی آبلی و کرج و کارخونه مقدم و فلان اینها، منم شما رو بردم کجا؟ آبلی. و اونجایی که میرفتن میشنستن دبلنا بازی میکردن، اینجا به دبلنا میگن بینگو. و خدا بیامرزه محمد باقر سوربی با اون صدای قرا می نشست دست در این کیسه میکرد و 90 شماره رو میکشید بیرون و برای هر شماره ای هم مثل که یه لغوزک میگن یه لغوزک بلد بود بخونه. و اما سلمان رشدی که معرف حضورتون هست، سلمان رشدی فکر کنم اصلیتش هندی باشه، هندی زاده باشه، این آقا از نعمت خمینی میلیونر شد و برید ببینید چه زنی گرفت با اون پولا. البته زن بعدن ولش کرد، پولش گرفت رفت. یک کتابی نوشت به نام آیات شیطانی. این آقا اگه خمینی حرف نمیزد اصلا هیچ که نمیخوند اینو. خمینی آمد حکم چی بهش میگن مرتد بودن و اعدام بهش داد، اینم زندگیش از اینجا رفت اینجا، چه پولها در آورد مصاحبه و فلان اینها. ولی این پولها بیچارش کردن، مخصوص مجبور بود دیگه در مخفیگاه زندگی کنه، بعد مجبور بود یه مشتی چی میگن افرادی رو برای نگهبانی محافظت استخدام کنه و اینها. خلاصه حالا گفته دیگر نمیخواهم
پنهانی زندگی کنم. اینم عکسش، حتما میشناسینش. این لحجه انگلیسی داره وقت انگلیسی صحبت میکنه، تو برنامه های چیزم که میاد یه حالت تنزی هم داره، یعنی تو صحبتاش یه کمی تنزم میپرونه. و اما حسن روحانی گفت ایران 40 سال پیش از استبداد، استعمار و بابستگی رها شد. همه با هم بگیم، میگفتن چی؟ اونجای بابای آدم دروغگو. و اما گوایدو گفت جلوگیری از ورود کمک های بشر دوستانه به ونزوئلا جنایت علیه بشریت است. این دخالت، من نمیدونم کدومشون خوبن کدومشون بدن، ولی دخالت مستقیم آمریکا و کشورهای اروپایی رو در یک کشوری مثل ونزوئلا، ببینید که این بدبخت ها هم نفت داشتن شد بلای جونشون. 3 میلیون تا حالا فرار کردن از اون آمریکا. میگه وقتی 3 میلیون از ونزوئلای 30 میلیونی میرن، مثل این که 30 میلیون از آمریکای 300 میلیونی رفته باشن. حالا اینا دیگه برگرد نداره که. بعد تازه یه عده دیگه اونجا از گرسنگی و بدبختی و اونا هم میخوان برن. باید صبر کرد ببینید چی میشه. و اما تلاش اسرائیل برای مقابله با گسترش موج بایکوت این کشور در آمریکا، اسرائیل و آقای نتانیاهو و همسرش، اونها هم مثل ترامپ شارلاتان و خانوادهش در باتلاق دارن دست پا میزنن. این آقای رضا سلامی که همشهری ما هم هست و آدم خوبی هست و فامیل سلامی هم در کازرون خیلی معروفن، هم در شیراز، برای من نوشت که سوربی جان این ترامپ آمده که باتلاق یا سوامپ اینجا رو خالی کنه. گفتم این احمق خبر نداشت. این سوامپ نیست، این باتلاق نیست، این کویکسند. کویکسند به ایرانی چی میگیم؟ یه جاییه که چیزا میره پایین همینجوری. پستچی هم اومد نیستم، گذاشت و رفت، خدا پدرش بیامرزه. یک خانم اسپانیش، گفتم میتون هادی خورسندی، گفت آقا اگه انقلاب دوبارش بشه و انقلاب این آخوندان نابود بشه ما بیچاره میشیم. یکی گفت آقا برای چی؟ گفت خب باید برگردیم ایران، حتی تو رو درواسی هم که شده باید برگردیم ایران. گفتن خب چه اشکالی داره؟ گفت ما بعد از 30 سال، یه شعری هم گفته برید بخونید این شعر رو، مانی اگه هستی بفرست برای من اون شعر رو. وای به من که یه شنبه هام شد ساندی، نونم شد برد، واتر آب شد واتر و اینها. اینو من یه دفعه خوندم برای که به دوستان بگم در 2 دقیقه یا 3 دقیقه چقدر میتونید حرف بزنید اگر تکرار مکررات نباشه، کوتاه مفید مختصر صحبت کنید. این شعر هادی خورسندی رو خوندم توی برنامه. خلاص کجا بودیم؟ داشتیم چی میگفتیم؟ یادمون رفت، عجب روزگاری. حالا به قول حسیبی روانی وقتی یادم اومد کجا بودیم و اینها میگه. آها نمیدونم، نقل هادی خورسندی بود، از هادی خورسندی هم از اون رفتیم به واتر، ولی اون قسمتش که میخواستم بگم یادم رفت. اینو دفعه قبلم گفتم توی گفت مجبور میشدیم بریم ایران، حتی تو رو درواسی هم که مونده باشیم. بعد گفتم خب حالا چه اشکالی داره؟ گفت ما 30 سال تو انگلستان 2 تا کلمه یاد گرفتیم انگلیسی حرف بزنیم، حالا بریم ایران ایرانی هم دیگه ما رو نمیفهمن. بعد گفت البته من فقط اینجا با پستچی انگلیسی حرف میزنم. و گفت صبر کن، پستچی هم شده افغانی، با اونم زبان دری دارم تمرین میکنم. وای بر من، جمعه هایم شنبه شد، جمعه هایم یک شنبه شد یا شنبه شد. بفرستش برای من، خیلی ممنون. با اون روش که بلدی بخونیم اونو، چون من گفتم امروز قرار بود ساعت 3 مهمون داشته باشم، یک کمی برنامه هام کمه و از طرفی 2 ساعت برنامه زنده داشتم با دوستان از کانون آوا. امروز یک آقای به اصطلاح که جدیدن از سازمان جدا شده و جوونم هست، 1359 دنیا اومده، 2 سال بعد از انقلاب دنیا اومده، فوتبالیست بوده، یه همسایه داشته، همسایش میره خارج، اینایی که میرن خارج براتون نامه می‌نویسن، تو رو به جدتون برید فیلم ممل آمریکایی رو نگاه کنید. ممل آمریکایی رو دوره شاه ساختن، هرچی طرف می نیسته باور نکنید. من یه دوستی داشتم تو آلمان،
می گفت که بریم نمایشگاه ماشین. می رفتیم نمایشگاه ماشین. بعد این ماشین مثلا بنز 600 اصلا تو خیابون نبود اون موقع، می نشست تکیه میداد، حالا روش هم نوشته بودن don't touch و نشینید و فلان اینا، می نشست می گفت از من یه عکس بگی. از این دوربین های 110 کوچیک دوش نمیجوری می کردی، عکس می گرفت، این عکس رو می فرستاد برای ایران. می گفتم چی کار میکنی؟ می گفت من پوز میدم، می خوام این خانواده همسر من دق کنم. فکر میکنید کی دق کرد؟ داداشش مهدی بلند شد از ایران آمد. اولا این آمد وقتی رسید فرودگاه فکر کرد که حالا من و جواد با این بنزا میریم جلوش. تا اومد فرودگاه دو تا کیسه دادیم بهش، گفتیم مهدی تو هواپیما بودی این خاویارا رو بخر از مردم بلدی کی خاویار داره و اینا، چون خاویارا رو میدادن میذاشت. روزگاری بود اون وقتا، سوار هواپیما میشدی خاویار تو میدادی میذاشت یخچال، بعد اسم نوشتن بهت میدادن اینا. بعد اومد گفتیم بریم، حالا فکر کنم میخوام بریم پارکینگ سوار بنز بشیم. براش بلیت خریدیم 3 دلار 3 مارک خورده از فرودگاه تا کایزرشتراسه بان با هاپ بان هوف. بعد این بدبخت از روز اول دیپرس شد، آخرم مرد تو آلمان. مهدی که جوانتر از من و جوانتر از جواد بود الان 20 سال هم هست کفن پوست نده. این ماجرای پوز دادن، دروغ گفتن اینا نتیجهش این میشه. و نمیدونم بعض وقتا هم این کارو میکنیم، میگه با خودکار قرمز بنویسید. آن به جوکش میدونید که جوک هم نیست، میگن داستانه. میگن طرف میره زندان، به همسرش به فامیلش میگه که من از شرایط اونجا وقتی مینویسم اگه با آبی نوشتم به اصطلاح باور کنید، اگه با قرمز نوشتم هرچی مینویسم باور نکنید برعکس کنید. یه دفعه خودکار آبی نداشته مینویسه همه رو با قرمز، بعد اون خط آخر مینویسه البته امروز چون خودکار آبی نداشتم با قرمز نوشتم. این مانی هم خیلی میدونه ها، بدبختی من همینه که بینندای من خیلی میدونن من حریفشون نمیشم. اون بیننده های تلویزیون های دیگه خیلی راحته، طرف 80-90 سالشه نشسته میبادی های میگی ما داریم میریم ایران، اون یکی میگی ما داریم میریم ایران، اونا براش پول میفرسن. ولی ما همه دانا هستم، مگه میشه ازشون یه پنی بگیریم؟ برگردیم آقای باقر هرندی. آقای باقر هرندی که هم دوست ما هست هم گاهی وقتی نقش دشمن و مخالف و همه رو بازی میکنه، دیروز با هم تماسی داشتیم و ایشون گفت که یک تابلوی داره مینیاتور، فکر کنم آمریکایی‌ها میگن مینیچر، این مینیچر که میگن سگای مینیچر هم که میگن چیه کوچیک موچیکه، مینیاتور هم همین بوده دیگه، از خارج اسمش اومده ایران، نقاشی‌های کوچیک چیزای کوچیک رو میگن مینیاتور. و ایشون گفت که آی سوربی هنوزم تو تلویزیون و اینا چی میخرن چی میفروشن؟ گفتم والا خبر ندارم. و همون موقع هم که میخریدن و میفروختن ما نه تو پولش سهیم بودیم نه چیزی، ولی طرف بهمون زنگ میزد آقای سوربی ما به خاطر شما 400 دلار دادیم یه قالی. میگم از کجا خریدی؟ میگه از تلویزیون رنگارنگ. میگم آقا چه کار من داره، من اصلا اینجا هستم بمارم. یه مدتی از این وسائل فروشی، الان تو تلویزیون های دیگه جواهر فروشی ساعت فروشی اینا هست، این آقای باقر هرندی گفت من یه تابلو نفیس دارم و عکساش هم برام فرستاده، حالا سعی میکنم بفرستم روز چهارشنبه یه جوری نشونتون بدم با کار بشه عکس‌ها رو که میفرستی باز افتاد چرخیده درست کن اینا. و گفتم خب ضرری نداره ما نشون میدیم، اگه کسی خواست میگین با خودتون تماس بگیره. و ایشون وقتی که برای من فرستاد گفتم خب بنویسید که چنم میخواین که به مردم بگیم هول و هوشش حدودش چقدره، ضمن اینکه ایرانی‌ها همیشه میگن it depend، بستگی داره. شما بهش میگه آقا خونه چند هزار دلاری میخوای، میگه ایت دیپند، اگه شما کاخ سفید به من بدی من تا 1,000,000 هم میتونم بیارم، ولی خونه ای که من میخوام 150,000 دلار، چون حقوقم درآمدم توانایی قسط دولت جدول همه میگن آقا تو خونه 150 تایی بخر 200 تام نخر، نداری بدبخت، میان میگیرن ازت خونه، چیات میریزن تو خیابون، بعض وقتا چیات هم نمیریزن، چیات هم برمیدارن به خاطر بدهی، قفل عوض میکنن یه کاغذ هم میزنن میگن برو این دیگه خونه تو نیست. ولی ما ایرانی ها میگیم ایت دیپند. و بیچاره همون کسی که میخواد برامون خونه بخره و اینها رو کارشو چند برابر میکنیم، به جایی که اون بره، حالا اون وقتا کامپیوتر نبود ولی با همین کارهایی که انجام میدادن میرفتن خونه رو میآوردن پرینت میکردن به شما گفتن این خونه ها از 100,000 دلار تا 150,000 دلاره، و
ولی ما وقتی خواستیم چی بخریم میگفت آقا از 50,000 دلار تا 5 میلیون، صحبت از 5 میلیون شد، این تابلو 5 میلیون دلاره. امیدوارم کسی پول داشته باشه بخره. و این تابلو تابلویه که آقای ابن یوسف اگه اشتباه نکنم، درست میگم اسمش رو، شرکت نفت و اینا بود یا متخصص نفت، سالها پیش موقعی که این تابلو فروخته شده این گریه کرده و گفته این تابلو نباید بین اشخاص خرید و فروش بشه و باید توی موزه باشه. حالا آقای باقر هرندی توی نیویورک تابلو رو داره و اگر شما مایل هستید میتونید با فیسبوک ایشون تماس بگیرید و با معامله کنید. ما این وسط ایشون گفته من اگر بفروشم به اصطلاح تلویزیون مردم رو هم حمایت میکنم. آدم بسیار جالبیه، هر وقت با من حرف میزنه به من میگه فلانجا حمایت کردم، فلانجا انجام کار خیر انجام دادم، فلانجا این فلانجا این، ولی چند سال من ایشون رو میشناسم هنوز تلویزیون مردم رو حمایت نکرد. نمیدونم ما جزء از ما بهترون نیستیم یا بعضی وقتا مردم فکر کنن ما وضعمون خیلی خوبه که حمایتمون نمیکنن. والا وضعمونم اگه خوب باشه، ولی اگر حمایت کنید خب به جای چلو کباب برگ میریم، چلو کباب به جای چلو کباب کوبیده میریم برگ میخوریم، ولی فیوریت من کوبیده است. خب این سلمان رشدی، این داستان واقعی میگه در میان شیعیان رسم بود وقتی که این دوستمون سعید گفت از دوست مقیم خلیج فارس بپرس نظرش درباره دعوا بین شیعه ها و سنی ها چیه، مخصوصا حالا که سنی ها یک بچه 6 ساله شیعه رو کشته. اینم عجب بدبختی ها، بچه دنیا میاد چون تو این خونه هست شیعه است، چون اونور خیابونه کلیمیه، چون اونجا هست مسیحیه. حالا بهایی ها که خیلی به قول شیرازی ها هنونوی کردن، شق القمر کردن، میگن بچه ما تا 15-16 سالگی دین نداره. دروغ محض. وقتی شد 16 سالش خودش میره تحقیق میکنه. این یوتا مال چه دینیه؟ مورمنا هم همینو میگن. و خیلی جالبه، این سال مورمنا و سال بهایینا نزدیک همه، 150-60 سال، 170-180 سال، هرچی. اونا هم همینو میگن. مورمنا وقتی میاد بیرون بچه میاد میره معتاد میشه و میره و اینا بر نمیگرده، بعضی هاشون میاد میره بیرون و اینا بعد بر میگرده بمانه. ولی این ماجرای شیعه و اینا، این پسره رو کشتن، یا شاید هم دختر کشت، فکر کنم پسر بیچاره به پدر و مادرش. و این دوستمون که فرستاده بود سعید از کالیفرنیا، ما برای این دوستمون فرستادیم و ایشون 2-3 تا جواب داده، نوشته که داستانی واقعی در میان شیعیان رسم بود که فرزندان خود را برای اینکه در کودکی نمیرند نامی غیر مقبول و یا بد بنامند. یک دکتر کربلایی شیعه از خانواده بسیار اعیان، خود و پدرش به همین علت نامشان سنی بود. او عمر پسر خطاب نام داشت، درست نام خلیفه دوم. در اوایل سلطنت محمد رضا از ایستگاه مرزی خسروی در غرب نزدیک کرمانشاه می‌خواست وارد ایران شود، مأمور گذرنامه او را نشاند و معطل کرد. یک کربلایی دیگر وارد ایستگاه مرزی شد، دکتر عمر خطاب از نشستن و دیر انجام وردن به ایران به این مسافر کربلایی شکایت کرد. مسافر نزد مأمور گذرنامه رفت و گفت چرا این دکتر را معطل کردین؟ مأمور در جواب گفت بره گم شه. مسافر گفت ببین پستچی رفت، حالا یو پی اس اومد، خونه نو دیگه، ای چپ و راست، حالا باید چی اوردر بدیم؟ پرده اوردر بده، قفل در اوردر بده. و امروز یه پرده نصب کردم اینجا، یادتونه سالها میگفتن این نخ پرده ها بچه ها رو خفه میکنه. اول پرده ها وصل بود، بعد دو تیکش کردن، بعد یه چیزی براتون فرستادن گفتن وقتی هم بندش پایینه این بند رو ببندیم بالا. حالا پرده کرکره ساختن بدون بند، شما پایینشو میگیری میبری بالا هر جور خواستی وای میسه. بعد فقط برای اینجوری اینجوریش هم یه پیچی داره، میپیچی میاد پایین و اینها. و خیلی جالب، تو اون خونه قدیمی من برای که حالا بچه هام نوه هام اونجا میتونن را برن، آمده بودم اون پرده هم که درست عین اینه بندش اون بالا پیچیده بودم و خودم با دست اینو میبردم بالا و میبردم. امروز به همسرم گفتم نگاه کن من احمق باید اینو به ثبت میرسوندم. ماجرای به ثبت رسوندن رو براتون بگم، حالا برگردیم به این داستان. خب
خلاصه گفت بره گمشه. این دکتر رو معطل کرد، مأمور در جواب گفت بره گمشه. مسافر گفت این آقا عمر است، فرزند شخصیتی مهم که خطاب نام دارد، یا خطاب محمد میگفتن، عمر خطاب ها نام دارد. مأمور گفت گوه پسر گوه است. مسافر فهمید که مأمور تصور کرده این شخص سنی مذهب است، وضع را برای شرحید و عمر خطاب توانست وارد ایران شود. اینم از این ماجرا. یعنی واقعا عجب بدبختی گرفتاری. ما پریشب یه جایی بودیم با دوستمون، من و همسرم، دوستمون هم همسرش، و بهتون گفتم این رستوران که یه ساعت با وایسی یا اسم بنویسی یا زنگ بزنی، بعدم که میری یه ساعت که شد میگی چی شد، میگه همین الان دوباره 45 دقیقه دیگه، آقا یک ساعت 45 دقیقه تو صف میخوای وایسی که میخوای شام بخوری. گفتم بابا ما تو ایران بنزه کافی تو صف وایسادیم، ولمون کن. بهتر اینجا ما میریم کنار بار، اولا کسی پوشت نمیده زود بخور و برو بیرون، بعدم اگه نخوای شام سنگین بخوری. این ماجرا چیه؟ میگه پیش غذا. پیش غذا رو که میخوری دیگه سیر میشی. من همون پیش غذا رو به عنوان غذا میخورم و جای شما یکی دوتا ویسکی و آبجو من میخوریم و تموم. نشسته بودیم اینجا، یک خانم آمریکایی بغل دست من نشسته بود، همسرش هم بغل دستش. وقتی ما صحبت میکردیم به من گفت ببخشید شما چه زبانی صحبت میکنید؟ خیلی به گوش قشنگ میاد. گفتم فارسی. گفت من تو بیمارستان کار میکنم و بیمارای فارسی زیاد داریم، شما به من یاد بده که به اینا چجوری بگم هلو هاو آر یو. گفتم بگو سلام چطوری. گفت میتونی برای من اینجا بنویسیش؟ نوشتم SALAM. گفتم من مثل شالوم کلیمیا هست اونجوریه. گفت آه بلدم. گفتم هم به جای شالوم بگو سلام چطوری. این دوست ما از اونجا گفت actually as a matter of fact الان دیگه میگن درود. گفتم آه شما آخرین باری که به همسرت گفتی درود، آخرین باری که به فرزندات گفتی درود کی بوده؟ خانمش به صدا در اومد. گفت درست میگی سوربی، تو کی به ما گفتی درود؟ تو میگی سلام، چرا به این میگی درود؟ خلاصه خیلی کارمون خرابه. به طرف میگم آقا شما که میگی من اگه گفتم سلام آمدم اعلام کردم ای حیان ناوس علب الموتنن فلان من نوکر شما هستم، خب این پدر سوخته عربی که تو فرودگاه میاد خواهرشو ببره میگه سلام، اون به کی میگه من نوکر شما هستم؟ یه مشتی دیوانه مثل فولادوند مثل حقا آمدن گفت آقا عقضیه یعنی شاش شطور، نگید عقضیه. میگم آخه پف یوزا قرم ساقا، تمام این عرق فروشی ها نوشته بود عقض فروشی فلان، عقض فروشی هوشنگ، عقض فروشی وارتان، عقض فروشی رضا. چرا یکی از شما اون موقع نفهمیدید عقض فروشی شاش شطوره و به جای این عرق 55 عرق کشمش عرق میکدت شاش شطور بهتون دادن؟ کیا بودن؟ شجاع الدین شفا، که نه خودش رو شفا داد نه جامعه ما، کسی که پایه این ماجرای 2500 سالگی رو گذاشت. چرا یهودیا خرش کردن، گولش زدن؟ و چرا یهودیا این کار کردن؟ میخوان بگن آقا ما 5000 سال تقویم داریم، سابقه داریم، شما یه مشتی آدمی که 2500 سال پیش. کجا به کجا بس میشه؟ حواست بده من. میگه سوربی منم آمدم، داشتم با تلفن سر کار گوش میکردم، دوباره تو ضرب المثل چلو کباب زدی، کارم را ول کردم آمدم خونه برای نهار. به 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 به، کاش که ما هم هممون یه کار اینجوری داشتیم که تا یکی میگفت چلو کباب میرفتیم خونه، تا یکی میگفت عرق آبجو میرفتیم با. به به، خوش چی میگفت؟ خوشم باشه دستا، خوشحالم که رفتی خونه. خب حتما تو کمپوزیسیون به این زاهدی میگن مزدور. ببین اولا کمپوزیسیون آقای جمشید قوانلو، کمپوزیسیون به همه میگن مزدور، خودشون به خودشون میگن مزدور، ولی این آقای اردشیر زاهدی، اون دوستمون از خلیج فارس هم فرستاده بود که اردشیر زاهدی پس از 5 بار مصاحبه با سیاه و سپید، مجله سپید و سیاه هرچی، آمد و این صحبت رو کرد و ببینیم با هم چی گفته. حالا اگر باز بشه داره.
یک لحظه صبر کنید. عکس جدید شدیدم بنده خدا دیگه تنبونشم باید باز این چیزا نگه داره. چی بهش میگن؟ سسپندر. سسپندر بنده هست میدازن رو دوششون روی شونه شون نمیدونم. این زیرنویس فارسی داره چون این آقا با انگلیسی صحبت میکنه. من اینجا براتون کمرای دور بیارم روشن کنم، خودم هم این پشت یک جرعه آب بنوشم، با هم گوش بدیم. انگلیسی که بلدید گوش بدید، اونایی که بلد نیستید فارسیشو بخونید. اولین جملهش: امروز آنچه با ایران امروز با آنچه 40 سال پیش بود متفاوت است. گوش کنید. Today Iran is different than 40 years ago. Today Iran is about 83 million population. Today Iran 60% of Iranians are educated. They can read and write. They have gone to first or second tier school. 40 million and this, they are the people who are studied in Iran in our universities, and they studied about the different things, and they were the leaders of future. 30 million of these 83 million I'm talking to you are the one, they are working, they are either doctors, graduates, the head of the hospital, minister, whatever, president of universities. These 30 million, two-thirds of them are women, educated women. This is, I'm proud to say that, because that is my country. And this is in last 40 years coming up. But they have the difficulties for having coping such a big country, economic and all. Yes, I fight for them. I don't care who is the government. I am not, I do respect them, especially the last who start working, because they work with the logic. And when I hear them, I praise them. Americans want a regime change. And one of the options is him. The Tara for sure, no. And actually, this, but they had the wishful. And they are, you see, I don't want because he's like a son to me or the family. But generally speaking about oppositions, which goes, where do they get their money? Who is going to support them? How much army do they have in their hand? It is not easy to just walk like this to Iran, which said, the Iran today as an army, as a police, all the things which you used to have. That how they are going to go? Let's go by a special jet, which nobody would see the push, 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 who's landing. These are the wishful thinking. I do not pay attention to them, because unfortunately I know many of them are kind of, in a way, corrupt, I can call them, who receive money from the foreigner against his own people. I will call him. بله. میگه اینایی که از خارجی ها پول میگیرن در مخالفت مردم خودشون، اینها خائنن. بعد میگه اینایی که میگن کجا اسلحه دارن، کجا نفرات دارن، پولشون از کجا میاد. سالها پیش ما این آقای حمید مهجور آمده بود که آقا من میخوام برنامه داشته باشم. گفت خب برو با داور صحبت کن. نه من میخوام تو برنامه داشته باشم. اینم یه کوفتی ها، طرف میدونه که خودش مالی نیست، میخواد آویزون بشه به تو، مثل که تو یه تاکسی بار داری، اون میاد میپره پشتش. گفتیم خب بیا. آمد یه دو بار برنامه گذاشت. بعد بهش گفتم آقا خب تو وقتی تو برنامه داری اینقدر مزخرف میگی، شاید یادتون بیاد حمید مهجور، که بعضیا میگفتن آقا این کلمه مهجور یعنی خودش. گفتم من نه. میگفت من 10,000 تا تانک پشت مرز ایران آماده دارم. بهش گفتم تو ارتش رفتی؟ اینایی که تو میدونید که شیراز چیز زرعی داشت، بعد اینایی که تو جنگ و اینا بودن میدونن، اصلا مثلا میگن توپ فلان اینقدر خدمه داره. هر یه توپ، اتفاقا این بچه آقای اسماعیل وفایغمایی درباره همین صحبت میکنه که روزی هم که کار ندارن با برن سنبه بزنن، لوله توپ رو تمیز کنن، آمادش کنن، مهمات رو فلان کنن اینها.
بهش میگم آخه تو وقتی میگی من 10,000 تا تانک تو مرز پشت مرز ایران دارم، تو کدوم کشور تو میتونی 10,000 تا؟ آقا مگر اینکه تو آب خلیج فارس داشته باشی، تو کدوم کشور 10,000 تا تانک دارن؟ میدونی وقتی میرسن به دوربین خودشونو باد میکنن. آقا خیلی خودتو باد کنی، یه نفر با یه سوزن بزنه بهت، تقی منفجر میشی، به قول شیرازی ها و اسپانیا میپکی. آروم باش، خودت باش، که اگه یه سکی هم بهت سوزن زد بله درد میاد، ولی تو توانایی داشت باش فوشش بدی. دیدی اون روز رابطه شما چی شد؟ بالاخره با این خانم مهریه بهشتی آشتی کردید یا نه؟ جالبه آقای اکبری هم برای من نوشته بود این مهریه بهشتی آمده بوده از طریق صفحه من با شما آشنا شده بوده. گفتیم بابا دستمون به دامنت، ما اینقدر هی از شما میخوایم ما رو به دیگران معرفی کنی، ولی به این کوفت زهرماریا نمیخوایم. آقا مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. خب این مراسم در شرق عربستان که مردمانش قدیمی ترین شیعه هستند به انجامید یا انجامید. ببینیم چه مراسمی هست. و عجب این ادیان گند زدن به دنیا، هیچ کم نمیتونه درستش کنه. بذارید ببینیم حالا چه کار کرده این مراسم. حتما باید یه جنازه هم باشه دیگه، این بیچاره جنازه رو خوابوندن این وسط. تا جنازه نباشه حالا یا امام حسین و یا علی و فلان اینا، بازار اینا داغ نمیشه. این مراسم در شرق عربستان ها، ببینیم چیزی نمیفهمیم. به این دوستمونم بارها گفتیم شما اگه یه توضیح کوچکی بدی، چون بعدن میگه اگه آخرش رو نگاه میکردی، آخر ویدیو رو نگاه کردن خسته کننده، این مرد که داره عربی حرف میزن من چه میدونم. بذاریم براتون شعر جمعه هایم یک شنبه شد پیدا کنم بخونیم، وقتم بگیریم ببینیم میتونیم مثل اون وقتا یادگار جمعه هایم ناگهان یک شنبه شد. شعرش ببینیم کامله یا خود هادی اگه بخونه که دیگه از همه بهتر. آها این شعر رو نوشته، یادگارم است که یه صفحه‌ای هست اینجا نوشته که اسفند 1387، یعنی 10 سال پیش. نمیدونم چرا اصلا نوشتنم نمیاد. یه شعر از هادی خورسندی خوندم امروز، شاید هم دوست داشته باشین. آها گفت بگذر از نی، من حکایت میکنم و از جدائی ها شکایت میکنم. ناله های نی از آن نیزن است، ناله های من همه مال من است. شرح شرح سینه میخواهی اگر، من خودم دارم مرو جای دیگر. این منم که رشته هایم پنبه شد، جمعه هایم ناگهان یک شنبه شد. چند ساعتم افتاد عقب، یک پاک قاطی شد سحر با نیمه شب. یک شبه انگار بگرفتم مرض، صبح فردایش زبانم شد عوض. آن سلام نازنینم شد هلو، وان چه گندم کاشتم روی جو. پای تا سر شد وجودم فوتو هد، آب من واتر شد و نانم برد. وای من
یا وای من حتی پنیرم چیز شد، از تو هستم ناگهانی ایز شد، من که با آن لهجه و آن فارسی آنچنان خو کرده بودم سالسی، من که بودم آن همه حاضر جواب، من که بودم نکته ها را فوت آب، من که با شیرین زبانی های خیش کار خود در هر کجا بردم به پیش، آخر عمری چو تفری تازه سال از سخن افتاده بودم لال لال. کم کمک گاهی هلو گاهی پلیز نوت کردم خورده خورده ریز ریز، در گرامر همچنان سردرگمم مثل شاگرد کلاس دومم، گاه گود مورنینگ من جای سلام از سحر تا نیمه شب دارد دوام، با در و همسایه هنگام سخن لرزه می افتد به سر تا پای من، می کنم با یک دو تن اهل محل گاه گاهی یک هلو رد و بدل، گر هوا خوب است یا این که بد است گفتگو درباره 100% است، جز هوا هر گفتگوی نابجاست، این جماعت حرفشان روی هواست، بگذر از نی من حکایت میکنم و از جدایی ها شکایت میکنم، نی کجا این نکته ها آموخته، نی کجا داند نیستان سوخته، نی کجا از فتنه های شرق و غرب داغ بر دل دارد و تیشه به فرق، بشنو از من بهترین راوی منم، راست خواهی هم نی و هم نیزنم، سوختن آنها نیستان مرا زیر رو کردند ایران مرا، کاش میماندم در آن مهنت سرا تا بسوزانند در آتش مرا، تا بسوزانندم و خاکسترم در هم آمیزد به خاک کشورم، دیدی آخر هر چه رشتم پنبه شد، جمعه هایم ناگهان یک شنبه شد. آفرین به هادی خورسندی، ممنونم از مانی که برای من فرستاد، آفرین به گوگل که پیدات کرد. خب که مردمانش قدیمین شیعن هستن انجامید، این عیبی نداره. این عکس پسری است که در مدینه یک سنی وهابی روز جمعه گذشته سرش را با بطری شکسته از تن جدا کرد. آخه خدایا، ببین تا یک لحظه اینو داشته باشی، یک لحظه بعد به خاطر حماقت یه نفر یا به خاطر تعصب پدر مادر هرچی اصلا نمیدونم ماجرا چی، اینو سعید برای ما فرستاد، ما هم فرستادیم که این دوستمون نظرش رو بگه. تا حالا این دوتایی که من خوندم هنوز متوجه نظر ایشون نشده. I think we should take this news of killing of 6-year-old kid with a grain of salt because these religious group news are propaganda sometimes. کار بشر تمامه. قشنگ گفت خانم جیلانی. بله واقعا کار بشریت تمام. و اینجا آمریکا سفت و سخت گرفتن که آقا این بن سلمان باید بیاد محاکمه بشه و این ترامپ به این سادگی اینو نباید ول کنه. حالا ببینیم زورشون میرسه یا نه. دوست و هموطن گرامی آقای داور پناه یا آقای داور پناه، با عرض سلام، ممکن است نزدیکان و دوستان زنده یاد دکتر شاپور بختیار که در قید حیات هستند به دو سوال من پاسخ دهم؟ یک، هدفها و برنامه های تدوین شده آقای دکتر بختیار و یارانشان در هنگام قبولی پست نخست وزیری ایران چه بود؟ دو، چرا دیگر اعضای جبهه ملی ایران در آن زمان نه تنها از دولت جدید و تأسیس آقای بختیار پشتیبانی نکردند بلکه ایشان را از عضویت در جبهه ملی بیرون کردند؟ با تشکر فراوان، ارادتمند هوشنگ آریانپور. ندارن آقا جواب، برای که برنامه نداشتن، همینجوری حلللی شلللی، طرف اومده زندان بوده آقای بختیار، حالا دیگه اون موقع مثل که قرنه هم میزده با وافور و تریاک و مریاک و اینا، اینم تازه چون فامیل بوده و آشنا بوده با فره،
فرح قالبش میکنه به شاه. شاه هم به این میگه تو همه کار هستی، به ارتشی ها میگه شما همه کار هستی. چقدر آدم کمدان باشه. اون وقتی ما میگیم خانم نیه ناراحت میشه، میگم خانم اینایی که میان تو کار سیاست، اینایی که میان تو کار پابلیک، اینا چون پابلیک فیگرن هر کس و ناکسی حق داره بهشون توهین کنه. حالا این توهین یا برحق یا نیست، شما هستی که تشخیص میدی این داره ناحق توهین میکنه یا لیاقتش داره. خب وقتی من به ترامپ میگم شارلاتان، نظر من شارلاتانه. آخه این نوه من سرما خورده از مدرسه الان آوردنش، این بچه ها هی میره هی سرما بخورن برمیگردن، تا خوب میشن اون یکی دیگه سرما میخوره بهشون میده. به جایی که یه بار در زمستون سرما بخورن، چهار بار پنج بار. بشری که هنوز دوای سرما خوردگی رو نتونسته درست کنه، هر سال میگن بیان واکسن فلو بزنین، وقتی خوب واکسن رو زدن میگن اشتباه بود، یه دو تا موادش کم بود، حالا داریم برای سال دیگه درست میکنیم، دوباره 40 دلار 15 دلار 5 دلار 10 دلار بس که به بیمتون ازتون بگیرن. از این بشر دوپا چه چیزا که برمیاد. خب من با این درم ببندم که صدای ببخش. آره این ماجرای ما و این هم مثل بشر دوپا هست، چه کارها که نمیکنه، در رو میبنده، دوربین رو تنظیم میکنه، اگه خیلی اذیت کنی مثل صمد میزنم به چشمت. خب ببینیم چی شد. این 40مین سالگرد 22 بهمن 1357 بیانیه نهضت مقاومت ملی ایران. آقا اون روز که داشتم با آقای امیر احمدی صحبت کردم، آقای امیر احمدی میگه که 80 میلیون ایرانی هستیم، 10,000 تا حزب و سازمان و بنیاد داریم. باورتون میشه؟ همش یا یه نفره است یا نیم نفره. اگه گفتید چرا میگم نیم نفره؟ برای که بعضی از اینا دو تا شعبه دارن، یه اسمشی گذاشته اینجا یه اسمشی گذاشته اونجا. خب این یه نفره دو تا سازمان داره، پس این سازمان ها نیم نفره. میگم آقا اینجوری نیست شما بیا اعلام کنی بگی آبان، همه بگن آبان کیه، بعد بگن چه اسم قشنگی، برن عضو بشن. من بیام عضو آبان بشم برای چی؟ شما تازه داری تهدید میکنی مردمو، میگه الان اگه نیای دیگه بسته میشه. دیدید این کنسرتایی که هیچ کی نرفته، از روز اول مینسن بلیت ها آلموست تمام شده. خب آقا اگه تمام شده چرا نگرانی؟ بخرید. بعد میری رو صفحه میبینی او صندلی ها همه باز. بعد این فیلم درباره زندگی زنی 80 ساله است در شمال ایران به کار گاوبانی مشغول است. ما گاوداری شنیده بودیم ولی گاوبانی؟ بله. اینم فرستادم، خیلی جالبه، برای خودم اومده. Is this a real آخون؟ من نوشتم سلام، متوجه شدید که این بچه آخون به مردم میگه مردم من. این هم تلاش میکنه برای خودش و چه خودش به اصطلاح و مقامی در بین مردم داشته باشه. بعدن بله میگه شاه‌بهنور بختیار هیچ نسبتی با فرع دیوار نداشت، بلکه فامیل ثریا اسفندیاری بختیاری بود. آقای اکبری فکر کنم یه فامیلی هم با فرع داشته، چون دیگه اون موقع که اسفندیاری نبود، ثریا اسفندیاری، فرع اینو پوش داده بود. سیاست مداری و این دوستون با تبلیغ کنیم، تشویقش کنیم یکم بیشتر بنویسه، چون شما وقتی اینجوری می‌نویسی من مجبورم ویدیو رو باز کنم نگاه کنم. آها این دیدم، این اتفاق بد نیست. جان برسکوت سیاست مدار بریتانیایی. و دوستان باورتون میشه توی انگلستان این ماجرای برگزیت یعنی بریتانیا اگزیت که میخواد از اروپا بره بیرون، اینو خیلی ها باور دارن کار احمقانه‌ایه و تعادل اروپا رو میریزه به هم. خیلی ها فکر میکنن که انقدر ممکنه شیر تو شیر بشه که این کوین جانش در خطر باشه، فکری این هستن که یه جا قایمش کنن. بابا 92 سالشه 93 سالشه، خدا برای چه چیزایی ملت ارزش قائل میشن. درسته جون هر کسی عزیزه، ولی هزاران جوون این ورور کشته میشن، هزاران نفر خونه هاشون و اینا رو تو سیل و تو این چیزای
چیز از دست میدن، این خیال هیچ کدوم از اینا نیست. ولی این خانم پیرزن 93 ساله میخوان قایمش کنن که یه وقت طوری نشه. این دوستمون فرستاده که نگاه کنید رفتار مردم با این سیاست مدارا. تخمه زد تو سرش. خب دیگه باقیشو خودتون تو یوتیوب و این برور میتونید نگاه کنید. و این مثلا پودر سفیدی که رو میریزه، این حالا وحشت برش میداره که این نکنه اون چیز سیازخ بود، چی بود؟ انتراکس یه مدتی بود و اینا. در صورت اینا افرادی هستن که مثلا ریگان، حالا این یه بارش رو من ندیده بودم، ولی اون یه بار که دم وایت هاوس تیر زدن بهش و همون پسرم چند مدت پیش آزاد شد و اینها، و اینها این توهین ها، این برخوردا و اینها رو به جان دل خریدن و قبول کردن. و اما ببینیم آقای آریان پور یک ویدیویی فرستادن. این ویدیو چی هست؟ با هم این هم آخوندی که بهتون گفتم قبلا هم یکی دو هفته پیش بهتون نشون دادم برای اونایی که آهان. به آقای امیر احمدی گفتم آقا شما وقتی یه نفر میاد شما نباید بگی من 10,000 بار قبلا گفتم. مگه این آخوندا این همه مزخرفات و صدها بار هزاران بار نگفتن؟ باز دوباره یکی میاد میگه با پای چپ برم تو توالت یا با پای راست، براش توضیح میده، اینا رو نگه میدارن. شما حتی بلد نیستید مردم رو نگه دارید. خب بی خود نیست، این همه شرکت و سازمان درست کردید، هر کدومش یه چند مدتی گذشته دیگه، حالا با یه اسم جدید، دوباره به یه اسم جدید. خب وقتی مردم میگن اینا اسامی جدید میذارن تا بتونن برن از افرادی که اینا رو نمیشناسن پول بگیرن، حق دارن. و الا اون سازمان قبلی شما چه اشکالی داشت؟ ایرانیان امریکن فلا. گوش کنید ببینید این حاج آقای جوان چی میگه. چه میخواهم بکنم این لباس را؟ وقتی دارم میبینم مردم من دارم پرپر میزنن، وقتی میبینم جوان ها دارن بیزین میشن، جوان ما داره بیزین میشه، جوان نمیتونه ازدواج کنه چون پول نداره. من یکی میاد پشت تریبون میگه که اگر پول نداری ازدواج کنی تقوا داشته باش. می پدر برو به پسر خودت بگو تقوا داشته باشه، ببینیم تقوا شکم سیر میکنه یا نه. چطور فرزندان شماها در امریکا دارن تحصیل میکنن، اینا تقوا داشتن؟ پسر ابتکار مگه در امریکا نبود؟ پسر خیلی از این مسئولی مگر در انگلیس نیستن، در فرانسه نیستن،
مرگ بر امریکا بر من و شماست. تحصیلات عالیه در اون کشورها برای آقازاده همین مسئولینه. چطور آقازاده های شما تقوا داشتن؟ اخبار اون جوانی که 36 سالش بله، میخواستم این ابروهاشو بهتون نشون بدم چون خیلی ها میگفتن آقا به ما بگو ابرو تو کجا برداشتی، خیلی قشنگ برات درست کردن. و آقا کسی این لباسو نپوشونده به تو، ما درش بیا اصلا آتیشش بزن اگه راست میگی، و الا احتمالا داری حقوق میگیری از حوزه و موزه و بماند. اینم از این بود، این همون ویدیو بود که بهتون گفتم. اینا هم مثلا اون دانشمند واقعا خیلی چیزای قشنگ و خوب میگفت قبلا، یه دفعه گفت همه سنی ها حرامزاده هست. خب دوستان عزیز، عاقبت راستگویی در 5 شماره از مجله سپید سیاه، خاطرات و نقش خود در کودتای 28 مرداد رو چون افتخار کار وصف کرد. پس از 63 سال امروز اینطور سخن میگوید. این درباره اردشیر زاهدی. منم برای ایشون نوشتم، میگن که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پریزگار. به نظر میرسه که زاهدی از اون کارهای کثافتکاری که هم پدرش انجام داد در زمان 28 مرداد و 25 مرداد و هم خودش بعدن سالها انجام داد، از جاکشی، با اندازی، دخالت در امور ایران و اینها، خانم الیزابت تیلور بیارم دارم برای فلانی، خانم فلان رو ببر برای فلانی، اینجا جندخونه را بنداز، کلید اون خونه رو به دست حقا. بله این حقا کلید داره، این آقای زاهدی بوده. شماهایی که نیستید این دور برا ببینید، این واشنگتن گفتم کویکسند میشه چی؟ مرداب، گرداب چیه؟ یه جایی که شنه، شما پا میذاری شنا میره پایین، شما میری باش پایین. در اصل ممنون و متشکرم. تیمرمن اینجا گفته که فاکس نیوز امریکن شود هیت ایران ویر ایت هرتز، میگه آمریکا باید ایران رو بزنه جایی رو بزنه که خیلی دردشون میاد. میرید خونه امام و خمینی و خامنه ای و نمیدونم آخونده رو بزنید یا مردم بدبخت رو میزنید، اینو کسی نمیتونه چیز کنه. ولی این پیدا نکردین برای من بفرستین. این آقا رضا پهلوی رفته بود با یه سناتوری به نام، اسم اولش هم گوپارت گفتم اسمش بهش میاد، اینه آقای کنت تیمرمن که چند بارم مهمان برنامه ما بودن و صد البته که ایشون با فاکس نیوز تندرو به اصطلاح همکاری میکنه. میگه که امریکا شود هیت ایران ویر ایت هرتز افتر 40 years آن اندیکلرد وار، بعد از 40 سال جنگ عنوان نشده و انگار جنگ های دیگر میاد تو بوق و شیپور اعلام میکنن. اینم از این ماجرا. و همون مهمونی که گفتم قرار شد ساعت 3 با ما باشه آقای تیمرمن بود که بعد که من گفتم امروز یا چهارشنبه دیگه امروز نبود. این هم آشتی میکنید یا ببرمش؟ تهدید، آشتی میکنید یا ببرمش؟ نمیدونم چیه. ببینیم ویدیو رو این دوستمون فرستاده، میگه آشتی میکنید یا ببرمش یا ببرمش. ما شیرازی ها میگیم ببرمش، این میگه بعضی ها میگن ببرمش. این یک آقاییه که گویا دو تا زن داره و این خانما با هم دعوا میکنن. تنها راهی که این مرد به عقلش رسیده که اینا رو تهدید کنه، میگه شما آشتی میکنین یا با این چاقو من ماجرا رو فیصله بدم. خلاصه درس بد نگیرین، از این تهدیدها نکنید، چون ممکنه یه دفعه هر دوشون به شما بگن اوکی برو پخ پخ کن تا ما هم اینجا وایسیم بخندیم. مرد دو زنه. و اما امروز بهتون گفتم یه مهمانی داشتیم در برنامه کانون آوا به نام آقای هادی ثانی خانی. ایشون فوتبالیستی بوده با وجود که 38 سالشه
15 سال از عمرش رو تو سازمان مجاهدین گذرانده. چی؟ یه همسایه‌ای به این گفته آقا میخوای بیای خارج، بلند شو بیا، فوتبالیستا اینا اینجوری اینا. این بلند شده رفته ترکیه، گفته آقا این حالا کی میریم اروپا، گفته حالا بیا برو یه ما، برو یه ما پا عراق، اونجا برات کارتو درست میکنن. یک ماه رفتن همان، 15 سال اونجا موندن همان، بعدم که آمده بیرون حالا بهش میگن تو مزدوری. ای خاک بر سر این مریم رجبی، خاک بر سر سیاست هایی. من نمیدونم یه آقای فیلاوینا میرن میان اصلا ککشون هم نمیگزه، یکشون بگه آقا داریم 50 سال راه عوضی میریم، اگه راه رو درست رفته بودیم به یه مقصدی میرسیدیم. یعنی مثل این میمونه که شما سوار یه ماشینی باشی 10 بار دور بزنی. آقا ما اگه با بچه‌مون یه جا میرفتیم آدرس عوضی بود، بچه‌مون میگفت که بابا این ساندویچ فروشی رو من الان 3 بار دیدم، یعنی از این راه نرو. اولاغی که ما اینقدر مسخرش میکنیم، خری که ما اینقدر مسخرش میکنیم، میگن از یه راهی که میره اگه پاش رفت توی چاله دیگر، اگه از اون راه بره که نمیره، میاد این ور که پاش تو چاله نره. دوستان عزیز بستتونه، برید اگه نوه دارید شما برید با نوهتون بازی کنید، اگه ندارید برید تلویزیونای سلطنت طلبها رو نگاه کنید و خوش باشید. ترامپ کره جنوبی را مجبور به پرداخت بیشتر برای حضور سربازان آمریکایی کرد. از این وریقه ناتو رو میگیره، میگه پول بیشتر، باجخوره. این باجخوره. اینجام که دیگه آبرو خودشو برده، یه پرونده جدیدشون الان اینه. آمده به پول داری از قدیم، از این آقای بوزو، به این بهش میگه بوزو، بزو هست. جف بزو صاحب آمازون بعدش میمد، چون این پولدارترینیه که کاغذا نشون میده پولدارترینیه. بعد پولدارترینیه که یه دفعه نشون میداد میزش، این در آفیسش کنده گذاشته کرده میز. ولی الان ببینید چی میگن اینجا، تایفون میگن، تایفون نه طوفان نه، یه بزرگ، این بزرگترینه دیگه، پولدارترین آدم دنیاست. بیل گیت و میل گیت همه رو گذاشت تو جیبش. اینا رفتن بهش باجگیری، گفتن یا باید این کارو بکنی، چون روزنامه واشنگتن پست مال اینه، یا ما عکساتو چی میکنیم. اونم اومد عکسا رو چیز کرد، میخواست بگه شما حریف من نمیشین. حالا ببینیم الان تو کل اونم کل با پول خرج کنه، وکیل بگیره و اینجا شما حرف میزنی با وکیل بگیری. در هر صورت ترامپ کره جنوبی اینجوری گفته باید پول بیشتر بدی. نبرد نهایی جنگ نیروهای دموکراتیک سوریه با تجربه ترین نیروهای داعش. یکی گفته بود بابا این داعش همون عربستان سعودی هست که سفارت خونه نداره و الا خودشه. احمد خاتمی گفته ایران فرمول ساخت بمب اتمی را دارد. چرا علی دیگه خبر اینه، چرا عربستان به سرمایه گذاری های گسترده در پاکستان روی آورده است. و اما آقای آریانپور و پتیک یه چیزی نوشته، مطلب خوبیه، نوشته که بررسی علل عقب ماندگی ایران. آقای آریانپور گرامی، در 2 هفته اخیر در وبلاگتان مقاله‌ای در 12 بخش با عنوان بالا درج شد که برای افرادی مثل من که خواننده نه خواننده آواز هستند جالب است، اما برای اکثر مردم چه داخل چه خارج داستانی خسته کننده. اگر خاطرتان باشد مهندس شاه‌بوداغی طرحی در مورد پر کردن کویرهای ایران از آب خلیج فارس ارائه نمود که بلافاصله شما با آگاهی طرح استفاده از انرژی خورشیدی در کویر را مطرح نمودید که بسیار منطقی و قابل فروش در آسیا می باشد. در گزارشی خواندم تا سال 2035 مواد فسیلی مانند نفت و زغال از رده خارج خواهند شد و انرژی خورشیدی و باتری جایگزین می شود. بهتر نیست مقالاتی در این مورد به مردم و مقامات داخلی کشور توصیه شود تا خود را آماده نمایند. ضمناً افراد خارج از کشور هم بدانند که فقط می توانند راهنمای مردم داخل کشور باشند، نه چیز دیگری. با تشکر پتیک. آقای آریانپور بهشون پاسخ داده، پتیک عزیز، برای درمان هر بیماری ما باید در مرحله اول پی ببریم که نوع بیماری ما چیست و سپس به دنبال پیدا کردن دوا و درمان آن باش.
اگر ما چند میلیون ایرانی مستقر در خارج از کشور هنوز پس از گذشت 40 سال نمیدانیم بیماری ما چیست و در عمل نشان دادیم که تا چه اندازه با دیگران در این مورد اختلاف سلیقه داریم، پس چگونه خیال داریم بیماری خود را درمان کنیم؟ میدانم شما و دیگر ایرانیان از این بی تکلیفی خسته شده و به دنبال راه حلی هستید که مشکل کشورتان را یک شبه برطرف کند. متاسفانه این فقط یک رویاست و با این اخلاقات اختلافات فاحشی که در بین ما ایرانیان وجود دارد به این سادگی ها حل نخواهد شد. شما در 20 سالی در 20 سال گذشته آیا با نوشته در مورد راه حلی برای رفع یکی از مشکلات ایران برخورد کرده اید؟ خود شما در کار سازندگی دخالت دارید و می دانید رفع هر مشکل ساختمانی نیاز به راه حل و تجهیزات و داشتن متخصصین مربوط دارد. اگر هر یک از این نیازمندی ها وجود نداشته باشد، آیا می توانید مشکل خود را برطرف کنید؟ من بالغ با 40 سال است در مورد برنامه ریزی برای رفع مشکلاتی که در گذشته خودم ناظرش بودم نوشته و صحبت کردم. حال پس از گذشت این زمان طولانی به تازگی متوجه شدم که پیشنهاد من درباره سازندگی توسط چند نفر به جریان افتاده است. چند نفر بزن خود شما انتظار دارید ما با این حرکات لاک‌پشتی خود خواهیم توانست به سرعت ایران را از این مهلکه خطرناک خارج سازیم؟ 40 سال است در مورد بد بودن دین اسلام صحبت کردیم، ولی حتی یک نفر اشاره نکرد که اولین قدم به فارسی کردن متون قرآن است که مردم بدون مراجعه به آخوند قرآن را خوانده و مطالب آن را درک کنند. حال که من چند ماه پیش این مطلب را مطرح کردم، امروز برای اولین بار نوشته ای را دیدم که به ترجمه قرآن به زبان فارسی اشاره کرده بود. اگر اکثریت ملت ایران سعی می نمود حقیقت را در مورد عقل در مورد علل مشکلات ایران دریابد، فکر نمی کنید اگر این چنین بود ما مدت ها قبل قادر بودیم در مسیر درست قرار گیریم؟ متاسفانه من مسیری را که در طول عمرم انتخاب کرده ام و آن عبارت از داشتن طرح و برنامه برای انجام هر کار ساده و پیش پا افتاده ای به هیچ عنوانی حاضر نیستم آن را تغییر دهم، چون مردم ایران علاقه به خواندنش ندارن. گوشن دوستان، اگه شما مثل من عدستون گرفت، ازتون خواهش میکنم، تمنا میکنم توی دستتون عدسه نکنید. درسته بعد اگه چیزی بود میمالیش به هم و اگه رو پیرنت باشه با دستمال تمیزش کنید. یه دستمال همیشه همراهتون داشته باشید. اگه عدستون میگیره توی آستینتون، روی آستینتون، چون شما با این دست که عدسه میکنی، عدسه اون آقای که تو بانک کار میکنه میگه بلس یو، که به شوخی میگن بلس یو یعنی منفجرت کنه خدا. بلس یو هم دلیلش اینه که هر کی عدسه میکنه میگن 1000 ثانیه 1000 ثانیه مردی و برگشتی. حالا راست و دروغ من نمیدونم، ولی اون که بهت میگه بلس یو، شما میای دست میزنی به در بانک میای بیرون، نفر بعد وعدی که سالم بوده میاد دست میزنه به همین در بانک، میکروب ویروس شما رو برمیداره میبره. نفر بعدی معلم مدرسه بچه های ما، میره مدرسه بچه ها رو بیمار میکنه، بمانه برگردی. این درارم که اتوماتیک کردن فکر خوبیه. حالا بشنوید از این دوستان کلیمی و اون ماجرایی که شنبه ها دست به سیم برق و چراغ برق و کلید برق و اینا نمیزنن. یه آسانسورایی توی ساختمون ها گذاشتن که روزهای شنبه و شبات بهش میگن چیه، اونجا دیگه شما هیچ کاری نمیکنی، وایسادی در باز میشه میری تو، بعد این آسانسور در تمام طبقات وای میسه. فکر شما کنید به خاطر یک خرافاتی توی دینی. آخه حضرت موسی اون موقع آسانسور داشته؟ حضرت موسی اون موقع کلید برق داشته؟ البته برای ما بد نبودا، این خونه عموی من نزدیک مسجد نو و محل کلیمیا و محل بهایا بود و شنبه ها کار کاسبی ما بود، میرفتم دنبال پسرمون، میرفتیم راه میافتادیم برای اینا چراغ روشن میکردیم و پول میگرفتیم. 5000 ما خیلی بود، 5000 میدادن ما برایشون چراغ روشن کن، چراغ برق میزدیم بالا، 5000 میگرفتیم میرفت. ولی یکی نیست که به اینا بگه آخه حضرت موسی اشتباهی آتش رو برداشت گذاشت رو زبان خودش. این داستان مزخرف
و اینکه کلیمیا اینجوری حرف میزنن برای اینکه حضرت موسی آتش رو گذاشت رو زبان خودش. خب برید با نیای دیگه ازدواج کنید، این ژن از وجودتون بره بیرون. بعد این چی بوده با انبر برداشته آتش رو که نفهمیده گرمه؟ اگه با دست برداشت که آتش میسوزه نشه، بعد بندازش پایین. نمیدونم آقای مینویی رو ما خواهیم داشت امروز یا نه، ولی همینجا من ازتون خداحافظی میکنم. ممنونم، متشکرم از دوستانی که مثل تهیه کننده برنامه با نظرشون، با صحبتاشون، با اطلاعاتشون ما رو یاری و همیاری میکنن. امیدوارم ما رو همگام و همیاری هم در قسمت مالی انجام بدن. من چند مدت پیش پرسیدم از اونایی که حمایت نمیکنن دلیلش رو بگن، چرا حمایت نمیکنی؟ خب یه خانمی نوشت من مفتخورم حمایت نمیکنم. دوستمون نوشت که من نمیدونم مریض دارم باید خرج مریض کنم و اینا، حمایت نمیکنه. البته بنده خدا گفته بود حمایت میکنم، ما بهش گفتیم حمایت نکن. شمایی که سالم هستی الحمدلله پولدار هستی و آقای باقر هرندی میخواد تابلو 5 میلیون دلاری در تلویزیون مردم بفروشه، به طرف میگه آقا ماهی یه نهار میشه 10 دلار، خودتو موظف کن، مکلف کن، بفرست. بازم ممنونم از اون دوستمون که از کالیفرنیا مبلغ قابل توجهی رو هفته پیش فرستاد. ممنونم از احمد آقا از فلوریدا. ممنونم از دوستانی که از این ور اونور 50 دلار، 10 دلار، 30 دلار، 100 دلار کمک میکنه. و بیشتر از همه ممنونم از پتیک که سالهاست از روزی که با ما آشنا شده حمایت از تلویزیون مردم رو انجام داده و میده. خسته نباشید دوستان عزیز، و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. روز و روزگار بر شما خوش، با امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.